بگین علی آقا بیا دفتر پیش من. علی آقا ترشکار؟ نه نه، علی آقا سرکارگر. چشم قربان. سلام قربان. سلام. با من کاری داشتی؟ آره، میخوام چند روز بفرستمت سفر. یه کاریه که فقط از تو ساخته است. میخوام بری مزرعه سالار، تراکتورهاشو تعمیر کنی و فوری برگردی. چی میگی؟ خب چاره چیه؟ مثل این که باز رفت. ولی تنها خواهشی که ازت دارم اینه که شهر به پا نکنی. شهر؟ اختیار داری، ما و شهر رئیس. اون قدم که شما فکر میکنی ما بیکاره نیستیم. اگه کسی پا پیچ ما نشه محرز نداریم پارو دومش بزنیم. خدا کنه اینطور باشه. خیلی خوب، میتونی بری. بله، رفتنی رو باز رفت. با اجازه. بله بفرمید. شدی این کلیای خونه به دوش. اختیارم که دست خودم نیست ننه، هر جا که شرکت بگه باز برم. خب به سلامتی که بر میگردی. بلا میرم مزرعه سالا، چش هم بذاری برگشتم بردارت. بهت بگم داری میری اون سیارم با خودت بر میداری میبری یا با ننه، ما از مال دنیا هم یه دونه سگو داریم، مگه عروسته که چشم دیدنشو نداری؟ الله اکبر، من که حریف تو یکی نشدم. باشه این دفعه هم نگرش میدم. قربونتو ننه برم الهی که چقدر خوبی. خوبه پدر سعی، تو فهمیدی ما داری میریم خودتو لوس کردی و رفتی قایم شدی. خوب فیدر جون ما رفتی. بی بیرون ننه رو به تو سپردم، تو رم به ننه، ازش مواظبت کن. وقتی برمیگردم همسایه ها ازش شکایت نکنن که خواب و خوراکو بهشون حروم کردی. ها میدونم چته، میدونم حیوون، ولی به جون خودت نمیتونم ببرمت. اخ نکن، اخ نکن، بخن هاوری کلا. خب مادر جان، سفارشات لازم به فیدل جان شد. این فیدلی که من میشناسم تا تو پات از اینجا بذاری بیرون ها، صدای آوازش تا پنج تا کوچه اونورترم میره. نه مادر، فیدل پسر خوبیه. خب دیگه با اجازت مادر. سلامت مادر جان. خوابونم که نخوردی مادر. اشتها ندارم مادر، تو رای چیزی میخورم. خوابونم مادر جان. مواظب خودت باش پسرم. اطاعت میشه مادرم. مرگم بده کجا رفیده؟
ویدر ویدر بیا قهر نکن بیا بیا ناستو برم بیا تو اینجا چی کار میکنی پدر سوخته من که بهت گفتم زود برمیگرد آخدا بنازم به خلقته این همه وفا نوبره کاش یه ارزن از این وفا رو به آدم ها میدهده میخوای با هم بیاره خیلی خوب سلام سالار خان نوکرتم بلا سلام اوشنگ خان ببینم این تراکتور ما که هنوز داره اینجا خاک میکنه فردا قراره یه مهندس مامانی بیاد همه تراکتور رو تعمیر کنه پس هنوز نیمه نه خودم فردا میاد خیلی خوب خودت فردا برو سر جاده و بیارش اینجا چشم بریم که به من سیبیل خوشگل بدی میدونم بعد از تو آبازی نمیتونم این که به من سیبیل خوشگل بدی بفهم به
ببخشین آقا، من سالار خانو کجا میتونم ببینم؟ سالار خان؟ آره جونم. حسین خان؟ چیه چیه این شده؟ این آقا با سالار کار داره. آمدم جون. سلام پدرم. سلام پیست دارم. من از تهران اومدم. پس آقای مهندسی که قرار ترکتر رو تعمیر کنه شما این؟ والا مهندس که چه عرض کنم، اما اونی که باز ترکتر رو در و داغون بکنه حاجی. من منتظر شما بودم آقای مهندس. ایوا پس بزن بریم. بریم. فیدل. فیدل. من حسنگ فیدل نیست. تو رو نمیگم بابا. سعیم و صدا میزنم. حسین خان. بگو تو یادت نرفته. حسین خان. اگه کسی خواستت بگم کجایی؟ بگو با آقای مهندس رفته تراکتور رو درست. خدا چقدر خشن. حالا کجا چی دیدی؟ بیا بالا. بیا نترس. خید کاشتی هوشی جان. آخه آدم عاقل آینه جلو سگ میگیره. آخه همین الان خریدیم روش مرج گرفت. دلخور نشو. جورش میکنه. بعد به سر دای مهندس پول چه قابلیت شما رو داره. ناراحتیم از اینه که میگن شکستن آینه شگون نداره جور نه. این حرفا همش خرافاته. بپر برو که وقت تنگه. از کمربند نجات استفاده کن. سر خوشحالم. از چی خوشی جون؟ از آب و هوا. آره. فکر کردم میترسی. نه ناسته برم مهندس جون. بلا بگیری پیر من. برمز برم لافی. از قدیم گفتم مهندس جون مسافرت دو نفر غیره. خب ما از اول دوتا بودی. تو بی خودی خودتو قاطی و منو فیدل جون کردی. درست فیدل؟ غلط کردم. ببخشش فیدل جون، آروم باش. او شغاله دیگه. خوشی جون، من و سگم زبون همدیگه رو خیلی خوب میفهم. بله گرفته اونجا زبون نداره، دهنش بستن. اتفاقا برعکس. نگاه کن چه ریختی وا کرده. بگم بخونده. نه 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 نه، من که خوراکی نیستم. مانت جون بهش بگو درست کنم. فیدل جون آروم باش، اصلا نگاهش نکن، باش قرد. آره بله گرفته، قرد قرد تا روز قیامت. میبینی از تو بهتر. میکنه چیه عزیت هم بکنه. باز که قمیش میاد. اوه نکن میترسم. ساکت باش فیدل، ساکت باش. آخه این هیبو تقصیری نداره، همه چون آدمی دیده بوده. ولی این ریختی چه دیگه رایسته بوده. ببخشش فیدل جون، ببخشش، نفهمی. نازت برم فیدل. این دیگه چیه؟ سنگ مهندس، چقدر قلمبه است. چه بلوره، چه سفیده. همسر آیندت اومد به استقبال فیدل. بودو فیدل. فیدل کجا داری میری؟ برگرد! دروغ میگه، این دفعه بعد نگه که پشیمون میشه. راسته یه خورده باید دماغشو خالی کنه، اون تازگی ها خیلی پر میشه. بیشتخیم.
خوبه، خوشم اومد. برین تحویلش بگیری. کاری نباید بشه و شده. دیگه خودتون ناراحت نکن. من از اینکه پسرم سگتو کشته هم از طرف خودم و هم از طرف اون ازت معذرت میکنم. ایشالله وقتی تراکتورها رو تعمیر کردی اون وقت منم جبران میکنم. خیلی خوب باشه. سهراب خان ماشته بده. چی شده؟ کالیا اومده. کجا؟ اون سر رودخونه تو دامنه کو چادر زدن. یه دخترم میونشونه این پنجه آفتاب. خیلی خوب، پس باز حتما یه سری به اونجا بزنیم. بریم بریم آتشو بریم. Yeah.
کجا به این زودی؟ دیگه باز بیارم رحمو. تا کوچ نکردیم بازم یه سری به ما بزن. آو حتما رحمو، حتما خدمتتون میرسم، زودتر از اونی که فکرشو بکنیم. خب خدا نگهدار. خیر پیش. جرأت داره بدون اجازه پا به چادر تو بذاره. میخواستم بگم که سهراب جوون رشیدیه، خیلی هم دست و دلوازه. نکنه گلود پیشش گیر کرده. مبارکه. زن بیمرد مثل تفنگ بیفشنگه. خب منظور چی میخوای بگی؟ والا منظوری نداشتم. آه یک دو سه، بیا اینا مال تو، راضی شدی؟ آره. چیزی نمونده. ما الان درست میشه. چیه؟ یه آواز خردن چون برات بخونم. نه بابا جان بس، نمیخواد بخونی. چقدر به کارش وارده. آی مانه، یه استارت کوچولو بزن. نه بابا، مگه نه ماهه به دنیا اومدی؟ یه دقیقه صبر کن. چشم. چرا اینقدر خشنی آی مانه؟ چون من به زیر استارت بزنم؟ نه بابا، نه این دیگه کیه؟ یه کوچولو. کجا فرار کرده؟ کدوم باقه وحشی رو بردنه؟ بزنم. نه بابا مانشون، راست میگن که خون سگ شومه. یه دفعه گفتم این حرفا خرافاته، حالا یه استارت بزن. شش استارت بزنم و گاز. زیاد گاز داره، موتور تازه تعمیره. شش گاز نده بابا، گاز نده، موتور میتره که. چشم. حیف که به ننم قول دادم شر به پا نکنم و الا لا لا. مهندس جون اینجوری با هم حرف نزن که از دلگیر میشم. وقتی هم که دلگیر بشم وقت سیر میشم. دست شما درد نکنه، هیچ کس مثل شما نمیدونه این ماشینو چه دردشونه. مهندس لا 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 لا، پدر من، سرور من، اینقدر به من نگو مهندس. والا بلا من یه تعمیرکارم، یه تعمیرکار. چشم دیگه نمیگم مهندس. خب ما اینجا کارمون تموم شد، حالا باز بریم ده پایین. حالا؟ خب آره، مگه چیه؟ خب یه چند روز پیش خودم میموندی. نه بابا، کار مردم رو باز راه انداخت. ولی از راه جنگل رودخونه بری زودتر میرسی با. خیلی خوب، ما رفتیم. ببین اگه اشکال مشکالی پیش اومد خبرم کن که فورا بیا. خدا به امرت مهندس. باز گفت مهندس. از درد میخوام. خوش اومدی مهندس. به سلامت مهندس. فدا بشم مهندس. ابا رفتی مهندس. به ترکی
پیدات شد حالا تو را میفرستم لو دست سجد همش ما رو این ورومر میکنه همش علافمون میکنه ما میکنم بلند شو بریم سراغش بابا من میگم خر نشو دیگه به این جام رسیده خشمتو بکش آخه تا کی باید پس موندنشو بخوری هرچی باشه اون پسر سالاره خونش که از ما رنگین تر نیست به نفعه که بخواه بخواه حب که به رئیسم قول دادم شهر به پا نکنم من که رفتم سراغشون بالاخره زهر خودتو بهش ریختی کشتی شاره؟ نه من اونو نکشتم این حرفو به سالار بگو دستشو ببند باور کنی که من نکشتمش آره جون احمد
سالار. چیه؟ چی شده؟ دیگه چی میخوای بشه؟ پسرت، پسرت. پسرم چی؟ پسرتو کشتن. پسرمو یه مرتضی علی. سالار، وقتی ما رسیدیم کار از کار گذشته بود. ای نمک به حرم، حقش نبود به خاطر یک سگ پسرمو بکشی. من پسرتو نکشتم سالار، باور کن. حرفشو قبول نکن سالار، اون داره دروغ میگه. ما با چشمای خودمون دیدیم که پسرتو کشت، خودمون دیدیم که با سنگ زد تو مغزش. قاتل پسرت همین مرده. بندازینش تو استخر تا فردا تحویل قانونش بدی. یادا چون بکن قاتل، بیافت جدا گربینا. سلام، ما به سهراب گفتیم که تنهایی نرو، بذار من دنبالت بیه. ولی حرفمونو گوش نکرد و خودشو به این روز انداخت. آی خدای من، کمرم شکست. سهراب، که چقدر خسته. یارو که دستش بسته است، بهتره یه چرتکی بزنیم خسته که اون داره. ندارم سالار، نمیدونم چطوری دستشو باز کرد و از پنجره فرار کرد. اورده مگه خواب بودی که گذاشتی فرار؟ تیر شدم به خدا، ولی با تیر زدمش سالار. بده من، برو چراغ بیار. نگاه کنیم،
گفتم که با تیز زدنش بابا زخمیش کردم. پس نمیتونه از اینجا زیاد دور بشه. خون زیادی ازش رفته. باید پیداش کرد. آدم خطرناکیه. هر جا دیدیمش نباید بهش مهلت بدیم. بلند شو کارت دارم. چی خبرت کنن؟ این وقت شب چی میخوای؟ دستم به دامنت افزون جون، میخوام کمکم کنی، خواهش میکنم. چی شده؟ باید کمک کنی، جون یه مرد در خطره. خودیه؟ نه، یه غریبه؟ تو باید کمکش کنی افزون، خواهش میکنم، تو رو خدا. نه، من مثل تو از جونم سیر نشدم که به یه مرد غریبه کمک بکنم. عوضش منم هرچی پول دارم بهت میدم، تنهام هم میدم همشو. آره، حالا حاضری کمکش کنی؟ ببینم، این مرد غریبه کیه که تونست دل سنگ تو رو نرم کنه؟ دوستش داری؟ عاشق شدی؟ سود باش و عجله کن. بگو ببینم کم، براش لختم شدی؟ حالا وقتی این حرفا نیست، اون داره میمیره. اون وقت تو داری از دل حرف میزنی، پاشو بریم، پاشو افسون، پاشو. اون کجاست؟ آوردمش تو چادر خودم. بیاز اینهاش همینه که اینجا خوابیده. وای خدای من چه مردی. تو چطور جرأت کردی اونو به چادر خودت بیاری؟ اگه رحمان بفهمه جون هر ستامونو میگیره. رحمان ببین افزون جون، آدم یه دفعه بیشتر نمیمیره. زود باش دست به کار شو. خیلی گلوله تو پاش مونده. یعنی زنده نمیمونه؟ چرا؟ اگه گلوله رو در بیارم زنده میمونه. خب پس چرا معطلی؟ در آوردن گلوله کار آسونی نیست. اگه هوار بکشه همه از خود بیدار میشه. از دست رو دست بذاریم و بذاریم بمیره؟ اگه تا فردا صبح اقبال داشته باشه و زنده بمونه، فردا تو جشن صحرا نجاتش میدم. آخه چه جوری؟ اونش دیگه دست تو رو میبوسه. تو باید خوب همه رو سرگرم کنی تا صدای هوارشو نشنوم. یعنی تا فردا دوام میاری؟ با خداست، من فعلا مرهمی رو زخمش میذارم که آروم باشه. دیگه خودت میدونی افزون جون.
خدا رو شکر کسی متوجه نشد. حالش خوبه، نگران نباش. الهی شد. چی شده؟ وقت با خوش آمدی سالار. چه عجب از این طرف ها؟ خبری شده؟ من دنبال یک قاتل میگردم رحمان. قاتل؟ همون غریبه که به خاطری که زک پسری بیچاره منو کشت. بچه ها اونو زخمیش کردن. ما هم ردش رو گرفتیم و اومدیم. فکر میکنم باید همین اطراف باشه. اگه زیر سنگم بره پیداش میکنم و تا تحویل قانونش ندم آروم نمیگیرم. قاتل پسر تو اونم تو قبیله من؟ گوش کن سالار، ما کوریا برای خودمون اعتقاداتی داریم. هر جا که میخه چادرامونو به زمین بکوبیم اونجا خونه ماست. هیچ وقت اجازه نمیدیم غریبه ای وارد جمع ما بشه، چه برسه به یک قاتل. اونم قاتل پسر بهترین دوست من. اگه حرفمو باور نداری بفرما، تمام چادرهای ما در اختیار توست. میتونی تمامش بگردی و اگه قاتل پسرتو پیدا کردی همونجا باشی. نه رحمان نه، وقتی تو مطمئن باشی که اینجا نیست حرف تو باور میکنم. هیچ یاد ندارم که تو این چند سال دوستی تو به من دروغ گفته باشی. در ضمن اگه کسی اونو پیدا کرد، مرده یا زندش، 10,000 تومان پاداش داره. فهمیدین؟ 10,000 تومان. ساکت شدی؟ تو چی میخواستی بگی زن؟ به هیچی سالار، فقط میخواستم ببینم درست شنیدم که گفتی پیدا کردن اون 10,000 تومان پاداش داره؟ آره درست شنیدی زن، پیدا کردن اون 10,000 تومان پاداش داره. کسی از بودنش با خبر بشه باید ببریمش، ولی هر سمونو میکشم. نبودی این وقت شب اینجا چیکار میکنی؟ به تو مربوط نیست. داشتی میرفتی تو غار؟ حتما کاسه زیر نیم کاسه است. چه اونجاست؟ از سر ایران باره کنار، کسی اونجا نیست. داری به هم دروغ میگی؟ گفتم چه اونجاست؟ اون مال منه، خودم پیداش کردم. پاداشش هم مال خودمه. دست درست هستم. قاتل پسر سالار اونجاست. به همین دلیلم هم داری داد میزنی که فراریش کنی. نه این کارو نکن. نه تو این کارو نکن. این کارو نکن. نه منو بکش. خوب
به چنگم افتادی. وقتی جنازت رو تحویل بدم 10,000 تومن پاداش گیرم میاد. نه خواهش میکنم ولش کن. برو کنار. تازه گیرش آمده. بلند شو، بلند شو که اسرائیل اومده سراغت. بلش کن جمیل و ایلا می کشمت. بنداز زمین. پاشو پاشو یلا. برو کنار. توفنگو بگیر. زخمت باز شده. اگه جلوی خون ریزی رو نگیریم از پا در میای. من میرم کمک بیارم. تکون خورد بزنش. آره. زود برمیگردم. چیزی به صبح نمونده. تو هوا روشن بشه من اومدم. خب جناب ازرایی بلنشی بینم بابا. برو مثل بچه آدم اون گوشه بشی. خدا ازرایی نیم تکون بخوری رفتی اون دنیا. تو نه نداری توفنگ تو دستت بگیری. اون وقت چه سوری میخوایی منو بکشی بچه شری؟ فیل مرده و زنده چه قیمته؟ تو تکون بخور اون وقت میبینی که چطوری میزنمت قربتی. بوی رحما میدی. خفه مزن انداز بزمچه چون بخوری آب کشت کرد. کردیم من خوابم. آره نجونم چایدی میبینی که بیدار بیدارم. آره حیف که به رئیسم قول دادم شهر به پا نکنم و الا. میدونی تا حالا هیچ قاتلی نتونسته از سناب دار فرار کنه؟ آدم بیگناه ممکنه تا پای دار بره اما اون بالا به مزاج ما یکی سازگار نیست. شیفم شد؟ جمیل بلای سرش بیاره. نه من به یه غریبه کمک نمی کنم. افسون تو میفهمی چی داری میگی؟ خوب میفهمه چی داره میگه. آنه کشتمت بگو چی به سر پسرم آوردی. اون کجاست؟ حرف بزن. صبح شد دیگه کار تمومه بچه شری. تا بخواد کمک بهت برسه اینقدر خون ازت رفته که دیگه جونی واسط نمیمونه. اگه بیشتر از این زیر بزنی باطلت کردم. مثل بچه آدم به تمرکز زانوی غم بغل کن و ما رو باش به کی میگیم آدم. اینقدر به اون سنگ خیره نشو. ببین دلش کن. دست از پا خطا کنی خوار و مادر تو عزادار میکنم. آه جمیل کجایی پسرم؟ گوش کن غریبه
چون سالم در نمیبری. پسرم رو بذار بیاد بیرون. بلش کن. نه غریبه نه. بلشون مثل بچه آدم را بیاد. کجکی بری رفتی کربوس محله. بیا جلو. بیا جلو. نه به حرف اینا گوش نده. ولش نکن. اینا میخوان بکشنت. نه دارمش. گوش کن چی میگم غریبه. تو در محاصره ما هستی. بهتر پسر ما آزاد کنی. نه این کارو نکن علی. اینا به خاطر گرفتن پول تو رو میکشن. شخ گوش کن چی میگم غریبه. اگه جمیل پسر ما آزاد کنی قول میدم کاریش نداشته باشم. ای قربتی به اون پدر بی پدرت بگو چامم تو آزاد کنه و ایلا بی مرتالی سک کشت میکنم. چیه؟ چرا خفه خون گرفتی؟ تو که تا حالا خوب بلبل زبونی میکردی ناکس بهش بگو. پدر چمنده آزاد کن. این منو میکشه. شوخیم سرش نمیشه. باور کن. گوشم پسر اگه کمندو بفرستم از کجا معلوم تو پسر ما آزاد میکنی؟ از کجا معلوم که بهم کلک نمیزنی؟ من مثل شما ها نیستم. تو دختره رو بفرست بالا منم گردونت رو میفرستم پایین. ایشا دختر کارخان تو چه آه آرام مکه داری میری سر دیگه حلیم روغن؟ خیلی آرام تاتی تاتی میکنی. خارتم شد؟ بگو آره. آره. خیلی خوب. حالا برو پایین. که به حریم ما تجاوز کرده و قاتل پسر سالاره باید تحویلش بدیم. و اما در مورد کمند چون یه غریبه را به چادر خودش راه داده و از قانون ما سرپیچی کرده باید سنگسار بشه. شنیدین؟ ولی اگه در بین شما مردها مردی باشه که حاضر بشه با اون گناهکار عروسی بکنه هم آبروشو خریده هم جونش نجات داده. کی حاضره؟ چون یه دختر گناهکاریه ولی چون من تنها آرزوم این بود که دامادی تو رو ببینم با این ازدواج موافقت میکنم. گوش کنید چی میگم. دلم میخواد هجله عروسی پسرمو در بلندترین نقطه اینجا بزنید. کمن تو نجات پیدا کردی دختر.
خوشحال باش، خوشحال. چون جمیل میخواد با تو عروسی کنه، میخواد هم آبروتو بخره، هم جونتو نجات بده. اگه منو بکشن بهتر از اینه که جسمم مال جمیل بشه. حالا که میخوان علی رو تحویل بدن، پس بهتره که منم بمیرم. تصمیم خودتو بگیر، وقت زیادی نداری. خوب فکر کن، آیه جون در میونه. به یه شرط حاضرم. چه شرطی؟ با این شرط جسمم رو در اختیارت میذارم که علی رو آزاد کنین. اون باید از اینجا بره. قبوله، به خاطر تو هر کاری میکنه. اما وقتی باهات عروسی میکنم که علی از اینجا رفته باشه. باشه، قبوله. بیارینش پایی. الجبری مطمئن باش سالار پیداش میکنه. حالا برو، دیگه نمیخوام ریخته تو ببینم. تا حالا خودت تو آینه نگاه کردی؟ ببینی چقدر به زیبایی بده کاری غربتی. افشو برو بینم. یه اصلا باید بهش بدی. خیلی خب باشه، یه اصلا بهش میدم. دنبال من بیا. شما هم دنبال من بیا. ده هزار تومن تو بیابون سرگردونه. آره جمیل گفت اگه بکشینش جایزش مال خودتونه. یادا یادا Thank you.
که اینجا باز خودش هم همین گوش میشه آقا شد بره جمع کنم کجایی؟ کجا خودت قایم کردی؟ بیا بیرون ترسو بیا بیرون بیا اومدم تکون نخور تکون نخور بشین باهم سر جا بشین بشینی سنگین تری خواب بگیم ببینم کی به شما گفته که منو تعقیب کنی ببینم پسرم من برای شده دفتر جان همونطور که تو پدرت خواستی من جلوی تمام کسانی که اینجا هستن قول میدم با لباس عروسی به چادر تو بیام و با کفن از تو جدا بشم مبارک باشه مبارک باشه مبارک باشه مبارک باشه پسر جان مگه نون نخوردی؟ خسته شدم برو برو نزن نزن دونتر مثلا اومده بودی منو بکشین آره بی بخارا برو بالا آخه دیگه نا ندارم من بازم صبر میکنم تا ترست بریزه نکنه خجالت میکشی چقدر که مونده از دیشب تا حالا دارم راه میام دیگه چیزی نمونده چی شد مهندس؟ هیچی داشتم میخوردم سمی راه تو بکش برو تو رو خدا بلمون کن بلتا برنشو برنشو بچه هم
خورشید در اومد. تو هنوز نشستی گریه میکنی. هرچی بهار رفت و پاییز اومد بیشتر خاطر تو خواستم. مگه زن من نشدی؟ پس چرا روی خوش نشون نمیدی؟ الان همه میان، آخه من چی جوابشونو بدم؟ آبرو تو خریدم، جون تو نجات دادم، به خاطر تو اون قاتل آزاد کردم. دیگه چه مرگته؟ چرا دست نمیدی؟ علی، تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه جمیل امونت نداد؟ مگه آزادت نکرد؟ پس چرا برگشتی؟ نامردتر از جمیل خودشه. این کوزمولوکا رو فرستاده بود که منو بکشه. برای چی؟ از خودش بپرس، از اینا بپرس. بگین، بگین چرا میخواستی منو بکشین؟ بزن قورتشن، تو سگ کشت نکردم. دلوا کن بشین. ما تقصیری نداریم. جمیل گفت علی رو بکشین، جنازه‌شو تحویل سالار بدین و پاداشتونو بگیرین. تو فرود بیاد نامرد. بذار کنار. مگه تو زن من نیستی؟ مگه قسم نخوردی به من وفادار باشی؟ پس چرا طرف این غریبه رو میگیری؟ چرا ازش دفاع میکنی؟ برای اینکه اون به خاطر ناموس تو آدم کشته. نه، تو اشتباه میکنی. من به خاطر تو آدم کشتم. نه، من پسر سالار رو کشتم. بدش ما توی قربتی پسر سالار کشتی و منو آواره کردی؟ تا تناب دیار رو به گردنت نبینم آروم نمیشینم. بلنشو، بلنشو ببینم آقای تارزان. یالا را بیافت. حالا دیگه نوبت منه. آره، برای سر بیارم که تا اون داری یادت نره. برو بالا. پدر مادر جمیل گرفته، باید برم به رحمان خبر بدم. یالا تکون بخور. کریم مردم جانم.
مگه چیکار کرده؟ پسر تو پسر سالار رو کشته. میگه پدر. اگه پسر من قاتل باشه ما خودمون اونو تحویل میدیم. نه، زحمت این کارو خودم میخوام بکشم. اگه تحویلش ندی زنده نمیذاریمت. اگه شده به دندون بکشمش از اینجا میبرمش. راه قاتل را بیافت. آره ببینم هری، تو جایی نداری که بری. تمام راه ها به روی تو بسته است. گوش کنید، باید جلوشونو بگیریم. شما از اون ور، شما از اون ور. شما دوتا هم راه من بیارید. باشه قربون. چرا واسه از این وری بری؟ دنبال من بیا. از بیرو هنری من اینجا رو خوب میشم. از یه جایی میبرمت که دست رحمان بهت نرسی. اونو که خودم میبرم. برو بری. دست زنتو بگیر. برو بای نسل برو. جنبش بوبه قربتی. اینجا فریاد رسی نیست که به دادت برسه. برو بذار پیاد آب شه. اون از بیراه اونا رو برده. اما قبل از اینکه موفق بشه جمیل رو تحویل بده ما باید کوه و دور بزنیم و محاصرش کنیم. بریم بچه ها. بریدی؟ چیه؟ به نفس نفس افتادی تارزان؟ اگه از جنگل میرفتیم زودتر میتونستی منو تحویل بدی. خر خودت جونم. اونی که تو بابات خوندی ما از بری. بابات اگه عقابم باشه دیگه دستش به تو نمیرسه. راه بیفت، خودت هم لوس نکن. از جنگل میرفتی بیمزه. حالا داره گوی میزنه. Thank you.
چیه؟ چی شده زن؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ اگه دیر برسی هیچ وقت دستت به قاتل پسرت نمیرسه. قاتل پسرمون کجاست؟ توی کوها. رحمان و چند نفر دیگه علی رو محاصره کردن، میخوان نذارن جمیل رو به تو تحویل بده. اول باید به پاسگاه خبر بدم. من ژاندارما رو خبر کردم، اونا رفتن طرف کوه. دنبال من بیا. از رسیدی بسی شوی خواب خون بگیر عوضی. بعد جوری تو تاله افتادی. مجبورم نکن همینجا خلاصت کنم. تو اگه اونو زنده تحویل ندی نمیتونی بیگناهی تو ثابت کنی. آره راست میگی. را بیخت ببینم عوضی بری سوراخت کردم. بدونیس بیا. غریبه، تو راه فرار نداری، از همه طرف محاصره هستی. تفنگ تو بنداز و خودتو تسلیم کن. چرا جوابشو نمیدی؟ جواب گلوله گلوله است. گل خوندی، دو تا گلوله مونده که واسطانه گردشتن. غصه نخور، را بیافت ببینم. برو بالا. سرتون رو بیان پایین. هر کی از دستور سرپیچی کنه کشته میشه. شما در محاصره هستین.
زود باشی، زود باشی. بده من اون توپنگو. آره جناب. یلا زودتر. زودتر. زود باشی، زود باشی. یلا زودتر، زودتر. زود باشی. یلا. بیا پای بابا، بیا پای. سر سالار تو کشتی جمیل؟ عفو پسرم! گفتم پسر سالار تو کشتی؟ جمیل! تو کشتیست؟ آره، آره پدر، من کشتمش. همه یه پدر رو سبک کردی. خوشحالم که در مقابل خدا و وجدان